سلام دوستان و عزیزان، در خدمتتون هستم. برای فال هفتگیمون با هم میپردازیم به اعترافات ضمیر ناخودآگاه او در مقابل شما دوستان. ضمیر ناخودآگاه او حرف از قطب مذکر میزنه، در مقابل شما قطب مؤنث. عزیزان دل، مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خیلی خوش آمدین و صفا آوردین و همچنین سپاس فراوان از شما دوستان و یاران که هستین در کنارم. دوستان توجه کنید، در مورد قطب مؤنث و قطب مذکر صحبت‌هایی باید براتون انجام بدم. مثل هر هفته دوستان توصیف میکنم قطب مذکر رو. قطب مذکر شخصی هستش که معمولاً وجهه اجتماعی، مادیات، کار، خانواده، روابط خونی براش مهمتر از روابط احساسی هست. احساسات جایی در زندگیش نداره، معنویات خیلی کم رنگ هستن، همه باید ازش خوشحال باشن، همسایه دست چپ، همسایه دست راست، بالا، پایین، بچه های تو کوچه، همه بگن به به عجب آدم خوبی، خدا نگرش داره. وقتی میگیم قطب مذکر، منظور این افراد هستن، نه اینکه جنس مذکر. خب دوستان، پس متاسفانه تعداد آقایون در قطب مذکر بیشتر هست، ولی قطب مذکر منحصر به آقایون نیست. هر انسانی در اون قطب مؤنث و قطب مذکر داره. وقتی که قطب مذکر بالاتر از قطب مؤنث در درونش باشه، تبدیل به قطب مذکر میشه. خب قطب مذکر دست پرورده قطب مؤنث هست در 99% از شرایط و همچنین تربیت شده یه اجتماع هست و فکر نکنین تنها منحصر به ایران هست یا ایرانی یا شرق یا شرقی. دوستان قطب مذکر مربوط به تمام دنیا هست و یک بحران جهانی هستش. بیشتر باور کنین قطب مذکر یکی از چجوری بهتون بگم یکی از محصولات جامعه مصرفی هست و همیشه سرش توی اون طبقات مغازه هستش که ببینه که چه خبر هست و چه جنس جدیدی اومده، و وقتی که هنوز جنس جدید نیومده، اونی که قبلی هستش رو نمیخره و منتظر هست جنس جدید بیاد توی بازار. خب دوستان، خاله جون، عمه جون، داداش جون، بابا جون، مامان جون، جون جون، زندای جون، زنمو جون، همه جون جون جونا باید ازش راضی باشن. و اما قطب مؤنث چه خبر هست؟ قطب مؤنث بدبخت و بیچاره دوستان، واقعا برده احساساتش هست. احساساتش مثل قطب نما، اون جایی که دلش بخواد میبرنش. واقعا افسانه پردازی میکنه قطب مؤنث و از قطب مذکر خدای خودش میسازه و میشه برده، و در واقع احساساتش قطب نمای زندگیش هستن و هر جایی که دلشون بخواد اونو میبرن. و قطب مؤنث حاضر همه چیز رو بده و قطب مذکر در کنارش باشه، شخص احساسیش در کنارش باشه. خب و به قولن واقعا یک دست پرورده، اون هم یک تربیت اجتماعی هستش، یک تربیت خانوادگی هستش. به هر حال یادش ندادیم که خودش رو دوست داشته باشه، یادش ندادیم که به کودک درونش احترام بذاره و حاضر حتی نه تنها از کوپن خودش استفاده کنه برای نگه داشتن شخص احساسیش و یا برای درمان اون دردهای روحی و احساسیش، بلکه از کوپن فرزندان، دیگرانی که دور و برش هستن هم استفاده میکنه. همونجور که متوجه میتونیم بشین، قطبای مؤنثی هستن که زندگی خوب و خوش و خرمی دارن. یک باره فیلشون یاد هندوسون میکنه، یه مرتبه عاشق میشن، یک دل نه صد دل، بچه، خانواده، هر چیزی که هست، یک کبریت برمیدارن بزنن زیرش رو، همه چیز رو به دود میدن بدون اینکه بفهمن چرا، برای چی. دوستان اینایی که من برای شما در موردش صحبت کردم قطب مؤنث و نه جنس مؤنث، این یک کاریکاتوری هست در واقع، برای که در قطب مؤنث درجاتی هست و در قطب مذکر هم درجاتی هست، چون اگر همه اینجور باشن پس زندگی جهنم هست و این دنیا جهنم هست. پس من به اون هوش و استعداد شما و درایت شما اعتماد دارم و اینها رو به عنوان مزاح بپذیریم، ولی به هر حال کاریکاتوری هست که من میتونم ازشون بگم. در مورد قطب مذکر، بر احساسات خودش یک کنترل داره، یعنی در برج کنترل احساساتش هست، در حالی که قطب مؤنث بنده خدا
پایین برج کنترل احساسیش هست، اون پایین پایین در زیر زمین هست، ولی میخواد از زیر زمین بر روی احساسات همه کنترل داشته باشه، در حالی که احساس خودشو همینجور ولو کرده تو خیابون بره واسه خودش. قطب مذکر اون جایی که بارش سنگین هست، اولین چیزی رو که رها میکنه قطب شخص احساسیش هست، در ماشین باز میکنن تلپی میندازتش در سر خیابون، تک تنها بر تاکسی بگیر برو خونه. خب اینا مزاهایی بودن دوستان، پس این از این. بریم ببینیم چه خبر هست در قطب‌ها و بازم از اون به قول معروف توجه شما من سپاسگزار هستم. به هیچ کس اهانت نشه، چند دقیقه با هم هستیم، اگر بتونیم با هم دیگه بگیم بخندیم فبه ها. اونایی که حساس هستن ورود ممنوع برای آدمای حساس دوستان. اوکی بریم ببینیم چه خبر هست. اونایی که حساس هستن دوستان پس نگاه نکنین، بتنم بر نخوره، من هیچ شخصی مد نظرم نیستش، نه مرد ستیز هستم و نه زن ستیز دوستان، اوکی؟ نه انسان ستیز در واقع. با هم دیگه چند دقیقه هستیم، این رو به عنوان یک شاید یک چه میدونم یک چند دقیقه که با هم دیگه خوب و خوش و خرم باشیم، ببینیم چه خبر است، چه اعترافاتی دارن در زمین ناخودآگاه خودشون. خب اولین کارتی که میکشم کارت عدد شناسی برای قطب مؤنث دوستان. عدد 7 افتاد، خودش رو تحت سوال میبره قطب مؤنث. بسیار خوب، عالی. و اینکه فکر میکنه و مطالعه میکنه و راه میره، مدیتیشن میکنه، خودش رو داره رها میکنه، هیچ چیز رو به زور دیگه نمیخواد. ببینید قطبای مؤنث این کانال دوستان، قطبای مؤنث اصلاح شده هستن. و از اینکه بخواد سرعت بده به مسائل، علکی عجله کنه، میپرهیزه و به دنبال این هستش که شرایط مختلف رو با فاصله چیکار کنه، درک کنه. خب خدا رو شکر. بریم ببینیم که چه خبر هست در قطب مذکر دوستان. در قطب مذکر عدد 22 خیلی میترسه و انرژی نداره و به خاطر ترسهاش مسدودیت داره و به هر حال ترجیح میده که پروژه هاش کوچیک باشم، میترسه از اینکه شکست بخوره و فقط بر روی احساسات ناامنی خودش داره کار میکنه که امنیت برای خودش به وجود بیاره. به خودش فکر میکنه به جای اینکه به دیگران فکر کنه و خیلی خودش رو در موفقیت های آینده بر روی پروژه هاش داره چیکار میکنه، متمرکز میکنه. و اگر اکسل عملی داره فقط به خاطر ترس و مسئولیتش هست. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر و تازه تری میرسد. خب دوستان این قسمت قطب مؤنث و این قسمت قطب مذکر، ببین چه خبر است. ببین اولین کارتی که ممکن هست توضیح از قطب مؤنث بده، این روزایی که اومده و این روزایی که داریم. قطب مؤنث نگاه کنیم دوستان، کارت رو نگاه کنیم. ببینید چیزی توی زندگیش تکان خورده، زلزله‌ای اومده یک طرف و همچنین تلنگری بهش خورده. تلنگری بهش خورده، یه آرکان ماژور بسیار بزرگ هستش. خب قطب مؤنث میخواد از مرحله به مرحله دیگه بره و از جانبی دارم ببینم که اینجا پشت کارت ها دوستان حرف از مسائل مخفی و مسائل پنهان میزنه. خب قطب مؤنث رازی براش برملا شده، مسئله دستش اومده. ببینیم کارت بعدی حرف از شادی میزنه دوستان، دوستانش میزنه. بله قطب مؤنث تکانی خورده دوستان، خب خودش تحت سوال میبره، روابط اجتماعیش رو داره تحت سوال میبره و خودش رو اولین نفر زندگی خودش داره میکنه و اینکه روی خودش داره کار میکنه، به خودش، به اطرافیانش، به اونایی که بهش وابسته هستن، یا فرزند داره به فرزندانش میرسه. خب در مقابل دیگران تمام تفکرش عوض شده. دوست من کیه، دشمن من کی هستش، میخوام با کی شاد باشم و با کی نمیخوام شاد باشم در واقع. خب بریم ببینیم قطب مذکر به چه صورت هست دوستان. قطب مذکر دوستان توجه کنید، اینجا قطب مذکر تصمیمی داره میگیره، اونم تلنگری بهش خورده دوستان، داره خودش رو رها میکنه، وارد دوره جدید از زندگیش میشه و همچنین کائنات و فرشتگان ببین با این شیپور بزرگ پس کلش در گوشش دارن میخونن پاشو اجاد. ولی ببینید کارتش کارتر نشونتون بدم، لنگ در هوا، همیشه
آقا و یا خانم لنگ در هوا، جای پایش گیر هستش، جای پای من بند هستش، حالا قیچی هم بیارین، تبر هم بیارین، چه هستش، شاید تکان نخورم. و اینکه دارم میبینم که فرشتگان و کائنات هم دارن هولش میدن دوستان، پس کلش میزنن. خب بریم ببینیم چه خبر هست. کارت بعدی حرف از، ببینید امپراتریس میزنه در مقابل کی؟ در مقابل قطب مؤنثش. شما عزیزی که دارین نگاه میکنید، فرشتگان دارن صداش میکنن. دوستان توجه کنید، در یک خط یک دو سه، یه دونه کارت آرکان ماژور پشت بود، چهار پنجمین آرکان ماژور. ببینید مسائل مهمی این روزهایی که گذشتن و دارن میان داره اتفاق میفته در زندگی قطب مؤنث و قطب مذکر، مخصوصا در زندگی قطب مذکر. دوستان دو تا کارت اولش کارت آرکان های ماژور هست، قطب مذکر توجه کنید به کی داره فکر میکنه، در مقابل کی باید تصمیم بگیره، در مقابل کی فرشتگان پس کلش میزنن، در مقابل شما دوست عزیزی که داری نگاه میکنید. خب داره قدرت میگیره و ببینید خودش افتاده. ببین آقای امپراتور محترم اینجا افتادن که یکی قطب مذکر الهی هست و مقدس هست که نگاه کنید دیگران دور برش هستن و ببینید دیگران رو دست انداخته مثل عروسک خیمه شب بازی و هر کسی یک بندی وضع کرده، این خودش هست که تصمیم میگیره. ببینید کائنات دارن هولش میدن، پس دیگه برخلاف کائنات رفتن خطرناک هستش، با حواسش به خودش جمع باشه دوستان. خب بریم ببینیم که کارتای دیگه چی بهمون میگن در مقابل حضرت محترم. حضرتای محترم قطب مؤنث و قطب مذکر، خیلی ها میگن کی این قطب مؤنثیم یا قطب مذکر، من نمیدونم دوستان شما، من با تعریفایی که دارم از قطب ها میکنم کی هست، این مذکر یا مؤنث؟ 95% افرادی که این فایل ها رو نگاه میکنن خودتون قطب مؤنث هستین. اوکی بریم ببینیم چه خبر است. خب افتاد فاصله، داره فاصله میگیره قطب مؤنث، مسافرتی را ممکن هست آماده کنه، فاصله میگیره از اون چیزهایی که شاید حالش رو بد کردن و از خودش داره فاصله میگیره. دوستان قطب مؤنث داره از خودش پا میشه، ببین خودش رو تحت سوال داشت میبرد، عدد 7 بود خب، و تفکر میکرد، عمق میده به اون چیزی که تلنگری که در درون خودش هست و از احساسات خودش در واقع فاصله میگیره. ببین کارت بعدی به اون چی میگن، فاصله میگیرم و برای چه؟ برای که باید انتخابی انجام بدم. فاصله میگیرم از چندگانگی هایی که در زندگیم هست. قطب مؤنث میدونه که باید پیشرفت کنه، از چندگانگی هاش یک شبه اینجوری بیرون نمیره، یواش یواش پله به پله داره چه میشه، داره پیشرفت میکنه و داره بالا میره و اوج میگیره قطب مؤنث دوستان. و اما قطب مذکر به چه صورت دوستان؟ قطب مذکر به فکر برگشت هست دوستان، توجه کنید کارت برگشت افتاد، برای که فرشتگان و کائنات پس کلش میزنن بنده خدا، برو برو. و اینجا ببینید حرف از دوستی میزنه، دوستی برای من اینجا کائنات هستن دوستان، با توجه به کارتای اینجا کائنات و فرشتگان هستن، موجودات نورانی که دور و برش هستن، خدا رو شکر هستن بنده خدا، اگر نبودن چه میشد. و کارت بعدی حرف از شانس، این قطب مؤن قطب مذکر دوستان به فکر برگشت و شانس دوباره دادن به قطب به قطب مؤنث هست، ولی پشتش هم داره احساس گناه میکنه، چشماشو بسته، میدونه که اگر که دیگران بفهمن پخ پخ پخش میکنن بنده خدا، بچه مردم. خب و اما بریم ببینیم چه خبر است در کارت های دیگه. اوکی تموم شد اون زمانی که قطب مذکر میگفت به قطب مؤنث از تو به یک اشاره از من به سر دویدن. خب تموم شد. خب قطب مذکر مؤنث بنده خدا هم که درگیر یک مسئله هست، درگیر سنتی هست، ازدواجی هست، درگیر پدری هست، درگیر شوهری هست، کسی هست که جای پاش جای گیر هستش، قدرت کامل رو نداره دوستان. و یه وقتای قطب مؤنث با خودش هم مهربان نیست و خیلی ببین در کنار پاپ منفی شیطان افتاد و خیلی مضطرب هست، یا اینکه تحت تاثیر هست و گرایش های خاصی داره به قطب کی؟ به قطب مذکر دوستان، خیلی گرایش داره قطب مذکری که اینجا منفی هست و در مقابلش هیچ مهربانی نداره. خب بریم ببینیم کارتای دیگه به ما چی میگن. ببینیم قطب مؤنث مذکر، به به
چه به به، خورشید افتاد برش روشنایی، گرما، سخاوتمندی. ببین عشق داره بر میگردم، پس عشق وارد زندگی میشه. به به، ولی خود محترمش باز هم پشت کارتا افتاد. گرما، احتیاج به گرمای قطب مذکر داره، قطب شمال. خب و کارت بعدی که برگشت، ببین، ولی ببین احساس میکنه که اگر برگردم میدونم که عشق هست، ولی میترسم که آنچرا که ساختم همش خراب بشه به خاطر عشق. عشق کی گفته؟ عشق، من همیشه به قطب مؤنث میگم عشق و عاشقی رو بذارین کنار دوستان، بریم فکر نون باشین که خرباز آبه. این قطب مذکر یویویی که شما اینجا میبینین، اگر خودتون به فکر خودتون نباشین ازتون چیزی باقی نمیمونه. زندگیمون رو به دست بگیریم که این قطب مذکر، قطبهای مذکر زیاد هستن و یک بحران جهانی دوستان، یعنی اروپایی باشه، آمریکایی باشه، عرب باشه، ایرانی باشه، چینی، ژاپنی، هر جایی که میخواد باشه باشه، اینا بنده خدا حالشون خرابه. خب بریم ببینیم که چه خبر است در کارت های دیگه و خوش به حالشون، و واقعا خوش به حالشون هستش اینجوری. ولی اگر دنیا، ما دو تا قطبمون با هم دیگه در دنیا اکثر افراد متساوی بود، خب توجه کنید، یعنی که قطب مذکرمون بالا بود، قطب مؤنثمون هم بالا بود، به یک سان بودیم، هم شاکرای ریشه قوی داشتیم، هم با مسائل منطقی خوب و احساسات داشتیم، یعنی آمپاتی داشتیم. همونجور که من همیشه میگم آمپاتی یک حسی هست که در درون همه هست و مثل یک دانه هست، اگر بهش نرسیم همون دانه هیچ وقت رشد نمیکنه و هیچ وقت جوانه نمیزنه. یکی از به قول معروف افراد دیکتاتور توی این دنیا آمپاتی ندارن، به خاطر که این در درونشون روش نکرده و آمپاتی توسط خانواده و یا تربیت خانواده یا تربیت اجتماعی هست که روش میکنه. اگر همه اینجور بودیم، دو تا قطب متساوی داشتیم دوستان، دنیا بهشت بود. متاسفانه میبینه که وقتی که هیچ تعادلی بین دو تا کفه ترازو نباشه، یکی این وره یکی اون وره، یک سری شخصی از زندگیمون رفت، اوکی درد رفتنش هست، حالا طرف چه با مرگ طبیعی بره چه حالا از زندگیمون بره، ناراحت باید بشیم، ولی نه که زندگیمون داغون بشه، نه که خودمون رو داغون کنیم، خود تباهی کنیم. در واقع متاسفانه قطب مؤنث اینجوری هستش، خودش خیر خودش رو میگیره. خب بریم ببینیم چه خبر هست در کارت های دیگه دوستان. دو تا کارت افتادن برشون بدیم. خب ببین قطب مؤنث، ببین دو بار براش برج افتاده، دو بار خانه خراب، ببین تلنگری بهش خورده. حال قطب مؤنث این روزایی که دارن میان آنچنان درست نیست، به خاطر اینکه نمیدونه حقیقت رو، نمیتونه ببینه، خب باید تصمیم بگیره، یا تصمیم گرفته شده در موردش که آنچنان براش خوشایند نیست. ببین لحظات سختی داره به سر میبره قطب مؤنث، چشمش باز شده، یعنی تلنگری به قطب مؤنث خورده، یک رازی براش برملا شده برای قطب مؤنث دوستان، که حالش بده، حالش گرفته است برای یک سریا، برای همه نه، برای یک سریا دوستان، یک سریا دیگه هم میخوان چشمشون رو ببندن روی واقعیت. میدونم چشمامو میبندم روی واقعیت، خب و ولی تغییر و تحول چه بخوان چه نخوان تو زندگیشون به وجود اومده. خب بریم ببینیم چه خبر هست در مورد قطب مؤنث. خب قطب مؤنث مذکر، ببخشید قطب مذکر، اینجا دارم میبینم که بله، حالا بنده خدا دیگه رفت به جنگ دیگه، حالا داره شرایطو مهیا میکنه، با خودش کشمکش داره، زمینه رو داره مهیا میکنه، شاید برای دیگران، برای برگشت، برای برگشت دوستان، داره با خودش میجنگه، با خودش میجنگه، با دیگران هم زمینه رو داره مهیا میکنه. حالا اگر که من برم سراغ فلانی، شما مامان جون چی میگین؟ خیلی خب بشین سر جات بچه، تکون نخور. خب و اما بله شرایط مهیا میکنه برای چی؟ برای یک خوشبختی کامل، به یک خوشبختی کامل برسه. تازه متوجه شده قطب مذکر دوستان که خودش کیمیاگر زندگی خودش هستش، خودش هستش که همه چیز در دستش هست و توانایی اون رو داره که کارها رو چکار کنه، درست کنه. خیلی خب اینم از این بنده خدا، بریم ببینیم کارت های دیگه بهمون چی میگن. بالاخره
اینقدر سوار کالسکه و رو روک شد که کائنا زد پس کلش. باید را بری و اینه کارمای بری داری. خب بریم ببین چه خبر هستش. کارت بعدی هست حرف از حس ششم قطب مؤنث میزنه و مسائل پنهانی که ببینیم براش مشخص شده. برای قطب مؤنث ببینیم یک چیز انگار پرده از جور چشمش باز رفته کنار. دوستان مسائل خیلی جالب میبینه. آفرین. و اینجا دارم میبینم که ولی اینکه میدونه که چالش های زیادی سر راهش هستن. ببینی؟ ولی میدونه که هدایت شده هستش. حسش این هستش که در این راه، در راه پیشرفت درون خودش، در راه قطب مذکر مشکلاتش هنوز تمام نشدن. در راه مثل ترک اعتیاد دقیقا. و قلب دردی داره. خب قلب بسیار دردی داره. و بریم ببینیم که کارت بعدی دوستان در مورد قطب مذکر دوستان استقامت میکنه، داره نبرد میکنه، میجنگه. خب چشم سومش هم باز هست، میدونه که برای عشق، برای برگشت همینجوری نیستش دیگه. نه هناش پیش قطب مؤنث قرمز مگر اینکه توش با خون خودش آغشته کنه، وگرنه هیچ رنگی نداره دیگه. هنوش میدونه هم باید برای خود با خود به مؤنث اون رو متقاعد کنه، هم اینکه دیگران رو. و دارم میبینم که به خاطر همین حالش گرفته است دیگه، حالش گرفته و میگه حالا بذار زمان بگذره ببینیم خدا چی میخواد. بنده خدا از میگه از تو حرکت، از خدا برکت. خیلی خوب بریم ببینیم کارت های دیگه بهمون چی میگن. کارت بعدی اپ 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 دیگه قرار نشد دسته بیافت اینا. یواش یواش یه کارتی باید برگرده که برنگشت که دقیقا کارت خود به مؤنث. اصلا نمیدونم چه اتفاق کن فیکون توش شده. خود به مؤنث هم داره میجنگه، استقامت میکنه در مقابل قطب مذکر، در مقابل چیزایی که دستش اومده و بر روی مسائل مالی مادی خودش داره کار میکنه. در واقع اینجا پیام قطب، اعترافات قطب مؤنث به قطب مذکر این هستش که حال من بد هستش، چشم سومم باز هست، مسائل کاملا مثل روز روشن دارم میبینم، میدونم دارم در مقابل تو دارم چیکار میکنم، دارم تلاش میکنم، زحمت میکشم که از اون ویرانه که تو در زندگی من ساختی در میام. این هست در واقع تا حالا که این بوده. و دارم ببینم که اینجا به فرشتگان مقربش داره تکیه میکنه. ببینیم باز هم بار سوم برج افتاد، یک تلنگر، یک خبری به گوش قطب مؤنث میرسه دوستان، یا رسیده یا اینکه چشمش باز شده دوستان. و دارم ببینم که بسیار داره کار میکنه و با درایت و از احساسش داره فاصله میگیره. کم کم میشه قطب مذکر، اعترافاتش در مقابل قطب مذکر. خب به خاطر که چی؟ به خاطر که متوجه شده که ویرانه در زندگیش به وجود آورده قطب مذکر دوستان. بریم ببینیم قطب مذکر به چه صورت هست دوستان. قطب مذکر به فکر یک موقعیت جدید هست، به فکر یک شانس دوباره و این میخواد مطمئن بشه که موفق خواهد شد. ببینیم دو تا آس برای قطب مذکر افتاد. واقعا همه چیز میخواد شروع کنه. واقعا الان در همون من تعجب میکنم از عدد 22 که میترزید که انرژیش رو از دست بده و اینکه و مسئولیت داشت. رو هم میبینم روی مسئولیتاش داره کار میکنه. اینجا مسئولیت رو دارم میبینم حالش گرفته، مسئولیت داره ولی داره کار میکنه روشون. خب و کارت بعدی این کارت درویش افتاد ولی محتاطانه هم یواش یواش تاتی یه وقت نیفتی بچه‌مون. میدونه قدرت داره، قدرت همیشه دست قطب مذکر است. حالا قطب مؤنث از دست من ناراحت نشین، همیشه اون هست که تصمیم میگیره بیاد یا تصمیم میگیره بره. خب یو بازی با اون هستش. خب مگر اینکه شما واقعا عزمتون رو جذب کنی و بگیم بابا من نمیخوام، خرم از کلگی دم نداش بنده خدا، برو خونه ننت. خب وگرنه اون تا ابدالعمر قدرت دست اون هستش. میام تو عروسک خیمه شب بازی، دیدیم پشت کارت ها هر کاری که خودم میخوام انجام میدم. خب بریم کارت دیگه بهمون چی میگن. خب کارت بعدی حرف از این میزنه که بله قطب مؤنث همه چیز رو میخواد و برای اون دوستان داره باز هم میجنگه، داره شرایط رو فراهم میکنه در یک حالت کشمکش درونی با خودش، با دیگران، با همه چیز هست. و ببینید
و اینکه داره کار میکنه. باز هم کار قطب مؤنث افتاده، به خاطرش، به خاطر که مسئله سخت داره پشت سر میگذاره. قطب مؤنث داره تغییر و تحول اساسی، یک چیزی داره درش میمیره، درش میمیره، این چیز بدی نیست، چیزای بدو داره میکشه در درون خودش. و قطب مذکر در زندگیش فراوانی افتاده براش، دوستان داره میجنگه برای اینکه پول و مادیات توی زندگیش بیان. یعنی باشه که به قطب مؤنث داره فکر میکنه و تنها فکر زندگیش نیستش، مادیات حتما کنارش باید باشه، و اینکه ببینید کائنات باز هم افتادن در کنارش، پس کردش دارن میزنن. خب و اینکه دارم میمیرم که به دنبال این هستش که یک تفاهمی بین خودش یا دیگران در مورد برگشت به سمت قطب مؤنث داره چیکار میکنه، داره میطلبه حالا تا این بخواد حرکت کنه بچه‌مون، ان شاءالله در تناسخ‌های دیگه. خب شما هم بشین منتظر بسون. خب والا خب کارت بعدی حرف از شروع دوباره برای قطب مؤنث میزنه. اون عزیزان، ببین خودتون افتادن قطب مؤنث این پشت، اون عزیزانی که فرزند دارن هم غمشون رو میزنن روی فرزندانشون دوستان. خب و تغییر تحولاتی که میدونن که با گذشت زمان وارد زندگیشون میشه، چارچوب مستحکم زندگی، یک سریا به فرزندانشون میرسن، برای که میدونن که این کودکی که یا فرزند، حالا کودکم که نباشه، هر فرزند هر سنی که باشه، باید کمکش کنم. خب این مهم هست، زندگی من زندگی احساسی و من بابا من بزرگم دیگه، دیگه اون چیزی که باید اتفاق افتاده باشه اتفاق افتاده توی زندگیم، از نمیگم که از دست رفته، ولی خب فرزند وقتی که داریم 80% اون بچه بیچاره گناه داره، باید بهش برسیم. خودمون 20%، اون 20% هم دازه خیلی زیاد هستش، چون ما خودمون اون بچه تفلک نخواسته بیاد تو این ماجرا که گرفتار مشکلات روحی روانی پدر و مادرش بشه، کمبودها و خلل‌هایی که ما توی زندگی داریم. خب ببینید دوستان، اینا هم دارم میبینم که قطب مذکر داره به یک حلقه پایان میده توی زندگیش. حلقه با کی؟ حلقه با قطب مؤنث، اگر حلقه ای باهاش دارین، یا حلقه ای که قبلا توی زندگیش بوده، مسئله داره برای خودش روشن میکنه و نگرانی زیاد داره قطب مذکر. توجه کنید دوستان، خب من توضیح در مورد فعالتون میدم بهتون. پس اعترافات این بود، قطب مؤنث پس همونجور که گفتم تلنگری بهش خورده، داره حرکت میکنه، تلاش میکنه، انگار پرده ای از جلو چشماش کنار رفته، واقعیت ها رو میبینه و برای زندگیش داره تلاش میکنه و سعی میکنه مسائل دقیق ببینه در مقابل قطب مذکر و همچنین در مقابل اطرافیانش. دوستان راه خودش رو داره پیدا میکنه قطب مؤنث، این در حالی که قطب مذکر دوستان اون هم کائنات دارن صداش میکنن برای برگشت به سمت قطب مؤنث، و دارم میبینم اینجا که به فکر برگشت هست، ولی میدونه که باید زمینه رو آماده کنه، نمیتونه همینجوری بیگدار دست به عمل بزنه و میدونه که اول باید چیزهایی که در زندگیش هستن، تعهدات بی خودی که شاید در زندگیش هستن رو کنار بذاره و اینکه با دیگران هم صحبت کنه و جرأت این رو داشته باشه که به سمت قطب مؤنث بیاد. دوستان توجه کنین، اینجا من کارت ها رو برای شما افقی خوندم، حالا میدم عمودی میخونم. پس تلنگری که به قطب مؤنث خورده در مقابل و داره فاصله میگیره از یک سنت بد، از یک ازدواج بد، از یک شخص بد که باعث شده که زندگیش رو در خراب کنه، زندگیش رو در بر بگیره. دوبار این خرابی دارم میبینم، دوبار این تلنگر دارم میبینم، دوبار این مسئله دارم میبینم. چشمش باز هستش، تلاش میکنه، داره یک تعادلی رو در زندگیش برای فرزندش یا فرزندانش بره به وجود میاره، یا برای یک شروع دوباره در زندگیش. در مقابل شبکه اجتماعیش هم راهش رو داره چیکار میکنه مشخص میکنه، با کی باشم با کی نباشم. وسوسه شده یا اینکه هنوز گرایش های زیادی به قطب مذکر داره، چشمش حقیقت رو نمیبینه یه سری چیزها. اینجا دارم میبینم تلنگر بهش خورده، باز هم دلش میخواد چشمش رو ببنده، ولی میبینم نه اینجور نیست، چون هدایت شده هستش. پس تفکر میکنه و اینکه با شتاب به سمت مسائل کاریش میره، تفکریش میره، و اینکه دارم میبینم که بسیار داره کار میکنه و ریسک میکنه برای که تغییری که باید توی زندگیش بیاد. ببین دوبار اینجا، ببین اینجا تلنگر به قطب مؤنث خورده دوستان، ولی باز اینجا سعی میکنه برای این تلنگر چشمش رو ببنده.
باز هم میخواد خیال پردازی کنه یه جاهایی. حالا اگر که من اینجا اشتباه کرده باشم و اون اینقدر عاشق من از نه، چشمتون رو ببندید. زمانی که اون طرف اومد دست شما رو گرفت، اون موقع بگیم بله، الان نه، خیال پردازی نکنید، چشمتون رو باز کنید، چالشتون زیاد هست. کارت این بعد این حرف رو میزنه. قطب مذکر دوستان، ببین فرشتگان مقرب همه پس کلش میزنن، بهش میگن برو برگرد به سمت قطب مؤنثت. ببین مسائل برش روشن هست، میدونه که با قطب مؤنثش هستش که عشق هست، گرما هست، و این که دارم میبینم که با همه داره مبارزه میکنه، ولی در حال حاضر در حال مبارزه آماده سازی مسائلی هست، استقامت میکنه برای مسائل مادی، شاید مادیاتی که در زندگیش از بین رفته بوده. این خانش به قول معروف عمودی هست دوستان. میخواد شانس دوباره به قطب مؤنثی بده که بینشون خرابی بسیار بزرگی هست. میخواد خوشبخت باشه و از این حالت بستگی های احساسی و در بیاد. میخواد تکانی بخوره و میدونه که حلقه باید بین خودش و قطب مؤنث باشه، چون فکر میکنه که این حلقه حلقه الهی هست دوستان. این بود خانش عمودی کارت ها. بریم سراغ کارت های دوستان احساسی. خب دوستان ببینیم فرشتگان عشق چه پیامی دارن برام. من کارت ها رو می‌ریزم و بعد براتون می‌خونم. دوستان ببین دوستان، قطب مؤنث متوجه شده که خودش دوست داشتنی هستش. با همه احوال یک سری ها دوست دارن که به رابطه قبلیشون با قطب مذکر شانس دوباره بدن. قطب مذکر دوستان داره خودش رو آزاد میکنه، خب و از چی آزاد میکنه؟ از ترمزهای روانیش داره آزاد میکنه و میگه خیلی خوب هست آدم دوست داشته باشه. پس به عشق و این داره ایمان پیدا میکنه. به مسائل احساسی داریم آب آخر دنیا میرسیم. خب ببینید قطب مؤنث دوستان دارم میبینم که به زندگی مادیش و شغلیش داره میرسه و میگه که این عشق، عشق واقعی این هستش، و دارم میبینم که قطب قطب مذکر به فکر آشتی هست و برگشت. خب این که دیدیم در اول، و ببینیم به فکر تعهد هست. به به، چه به به، متوجه شده که قطب مؤنثش بهترین هست دوستان. خب پیشا پیش تبریک میگم به اونایی که برگشت توی زندگیشون هست دوستان، تبریک بهتون میگم. خب ببینیم چه خبر هست. عجب بلاحتاش رو قطب مذکر کنار گذاشت فعلا این هفته. بریم ببینیم چه خبر است. اینجا دوستان دارم میبینم که هر قطب مؤنث حالا یه نامه به دستش رسیده، نامه کاری چیزی، یعنی نامه عاشقی داره به دستش میرسه، یا نامه داره میفرسته از طرف، نه نامه داره به دستش میرسه، پیامی به قطب مؤنث داره میرسه دوستان. خب که در اون مسئله احساسی هست. قطب مذکر به فکر برگشت و گرما توی زندگیش حساسون، ملاقات و گرما. سه ماه به خودش اینجا علامت گفته، در از حالا تا سه ماه آینده برای یک سری دوستان، از هر وقتی که دارین این ویدیو رو نگاه میکنه. نامه ای از قطب مذکر داره به دست، پیامی بهش میرسه که حرف از این میزنه که من به تو وفادار هستم. خب قطب مذکر ببینید همین که حرف از برگشت میزنه، شکاش هم میاد و اینکه میگه احتیاج به زمان دارم. بهتون گفتم از حالا تا سه ماه دیگه. به خاطر چی؟ باز هم انرژی سالس. اونایی که انرژی سالس میگن چی هستش؟ مانع در روابط احساسی هستن. انرژی سالس وجود داره. حالا در هر مسئله انرژی سالس میشه موانع دوستان. خیلی خوب. از خودش داره میپرسه قطب مذکر آیا وقتش رسیده که برم سراغ قطب مؤنث یا نه هنوز باید صبر کنم. کارت رو می‌ریزم.
آخه گموگیجیش دو مرتبه برگشت. وفاداری به گموگیجیش قطب مذکر دو مرتبه برگشت. خب خود به مذکر دوستان تا حالا دو بار برای من حرف از زمان رو احتیاج به زمان داره، چون هنوز گم و گیج هست، تا دو بار گم و گیجش افتاده اینجا برای من. قطب مؤنث دوستان میخواد قدرت بگیره، در حال قدرت گرفتن هستش، میخواد یک مسئله رو توی زندگیش، پروژه هایی که روش داره کار میکنه رو کامل کنه و برای اون دست به هر کاری میزنه و با نرمش انعطاف پذیر داره جلو میره توی زندگیش. قطب مذکر به طور کلی شک داره. گم و گیج هست. ببینید گم و گیج هست. ولی میخواد یک هارمونی هماهنگی توی زندگیش به وجود بیاد، به این تعهد با قطب مؤنث برسه و میگه زمان، احتیاج به زمان دارم. خب کم صبر کرد، حضرت ایوب رو از رو برد بنده خدا. حالا اونم بنده خدا قطب مؤنث دیگه پوهاش جلبک زد، بس که منتظر موند. خب ببینیم قطب مؤنث چی میگه. میگه که من آزاد نیستم و اینکه من وابستگی مادی و یا وابستگی احساسی دارم. قطب مؤنث داره میگه که من همه چیز رو تصور میکنم و اینکه نمیدونم به خوابهام میتونم معتقد باشم یا نه. من میدونم که موفق نمیشم و بهتر این هستش که رها کنم. من کار میکنم با عشق و انرژی دارم. بریم کارت دیگه بهمون چه میگن. میخوام همه چیز بر اساس قوانین من جلو بره و اینکه نمیخوام هیچ چیزی، همه از من اطاعت کنن، مطیع باشن همه چیز و متعهد. و اینکه میگه که من دوست دارم با تو متعهد بشم. خودش رفت بنده خدا دیگه، حلقه هاشم خرید دیگه، دید اون دیگه بنده خدا بخاری نداره که بخواد کاری انجام بده، حلقه هارم خرید آماده گذاشته، لباس عروسش هم آماده کرده، لباس دومادیش هم آماده کرده، همه چیز گذاشته. قطب مؤنث دوستان یک سری ها از شما عزیزان دل وابستگی هایی داریم، وابستگی مادی داریم و اعتیاد عاطفی، من برای قطب مؤنث میگم. خب و اینکه یک سریاتون به خاطر وابستگی هایی که شاید به خانوادهتون هم ممکن هست که داشته باشین، یا وابستگی های مادی دارم، یا اینکه به هر حال مشکلاتتون شاید زیاد باشه، برای همین فکر میکنین که تمام اون خواب و رویاهایی که شما دارین قابل تحقق نیستش. ولی از جانبی دارم میبینم که قطب مؤنث داره زندگیشو دستش میگیره، لیست چک لیستی برای خودش نوشته و اینکه میخواد همه چیز بر اساس اون قوانین خودش و درست حسابی جلو بره. و دارم میبینم اینجا خلاقیت دارین و برای چی به سمت یک تعهد دارین میرین، تعهد با تو قطب مذکر، یا تعهد با خودش بر روی مسائل زندگیش دوستان. خب بریم ببینیم قطب مذکر چه خبر هست، چه انرژی های قطب مذکر داره دوستان. گم و گیج هست و اینکه میگه که نمیدونم چه کار کنم و میخوام ناپدید بشم. اوکی. قربانی، میگه که من قربانی این شخص هستم و اینکه نمیتونم خودم رو آزاد کنم. بی وفا، من به تو خیانت کردم و به دنبال یک ملاقات جدید هستم. خجالت زده، من از رفتار خودم خجالت میکشم و اینکه نمیتونم برگردم برای که کارهای الکی زیاد انجام دادم. آزاد، من از سرخام آزاد هستم و من شخص جدیدی هستم. راهنمایی شده، من توسط کائنات راهنمایی شدم و به خودم ایمان دارم. همونجور که بهتون گفتم کائنات پس کلش دارن میزنن. خب گم و گیج هست، احساس میکنه قربانی هستش، میدونه که کارهای بدی که در حق قطب مذکر مؤنث انجام داده قطب مذکر و خجالت زده هستش. خب میدونه که قطب مؤنث رو قربانی کرده، کارهای زیادی در حق قطب مؤنث انجام داده به صورت بد البته،
بی‌انصافی زیاد کرده و دارم میبینم که قطب مذکر داره روی خودش کار میکنه، خودش رو آزاد میکنه، چون کائنات هم دارن چیکار میکنن؟ نشانه بارانش میکنن در واقع که بره به سمت چی؟ بره به سمت قطب مؤنث. خب بریم ببینیم که قطب مؤنث چه پیامی داره برای قطب مذکر. دوستان بعد از اینکه شکست رو شناختم، قلب من داره روشن میشه، من دوست دارم به سمت تو بیام و بیشتر از این تو رو در انتظار نذارم. اونم که بنده خدا از قطب مذکر فقط یه اشاره کافی هستش. قطب مذکر میگه با هم آشتی کنیم، بین من و تو یک سوء تفاهمی هست که باید با هم دیگه اونو حل کنیم. پس این هفته قطب مذکر دوستان به فکر آشتی با قطب مؤنث هست. نمیدونم وسوسه شدم که یک کارتش فرشتگان براتون بخونم. برای قطب مؤنث میگه که قلب و روح وقتی که تو تصمیمی بگیری، یه وقتایی روح تو ممکنه که تو رو مایوس کنه، پس عشق رو انتخاب کن و نه ترس رو. میگه از ترس خودتون فاصله بگیرین. قطب مؤنث و قطب مذکر، افکار مثبت برای ساخت و ساز خیلی مهم هستند. یک رفتار مثبت افکار مثبت رو به وجود خواهد آورد و خوشبختی رو. نگران نباش و در عشق باقی بمان. پس حرف از عشق براش میزنه. خب دوستان این فال شما بود، امیدوارم که ازش خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه. خدا نگهدار دوستان.